رسوایی عالمگیر دستگاه کرونایا به مسخره پاسدار سلامی و جنگ گرگ‌ها در رسانه‌های حکومتی. این دستگاه تا کنون چندین بار و با نام‌ها و کاربری‌های دیگر از قبیل مینیاب، ردیاب مایع و جامد و کشف سوخت قاچاق رونمایی شده است. تمام دانش فنی این بخش کاملا ایرانیه. این توضیحات درباره دستگاه تازه اختراع شده شناسایی و اعلام وجود ویروس کرونا در محیط‌های مختلف، دستگاهی کاملا ایرانی که محققان و نخبگان بسیجی کشور اون رو اختراع کردند و امروز با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد. مشابه دستگاه شناسایی مستعان تا الان در هیچ جای دنیا ساخته نشده. حرکتی نمی‌کنه. یعنی به سمت آنتن بشقابی نمیاد. یعنی این فرد عاری از هر گونه ویروس کرونا است. اونو بیاین بدیم به فرد. این دستگاه از فناوری‌های بسیار مدرنی استفاده کرده، در این حال که ساده به نظر میرسه و کارکرد ساده‌ای داره، ویروس رو داخل خشاب دستگاه می‌گذارن و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد می‌کنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری می‌کنه. در حالی که حکومت آخوندی با صحنه‌های مسخره روز ارتش تحت امر ولی فقیه ارتجا در 29 فروردین و بساط احمقانه آب‌پاشی به تیرهای چراغ برق توسط بسیجی‌ها و پاسداران در روزهای قبل تلاش می‌کند جنایت بزرگ و فاجعه آفرین بازگشایی مشاغل را لاپوشانی کند، رسوایی جهانی ادعای مضحک اختراع دستگاه کرونایاب توسط پاسدار سلامی، سرکرده سپاه خامنه‌ای، نهادها و رسانه‌های حکومتی را به جان هم انداخته و مهره‌ها و باندهای متخاصم، دزدی‌ها و نمایش‌های دروغین حول این دستگاه را برملا کردند. روزنامه همشهری نوشت این دستگاه نمونه پرحاشیه‌ای هم در خارج از ایران دارد. دستگاهی با شباهت فراوان به همین مورد حاشیه ساز. پیش از این در عراق و مصر با عناوین بمب‌یاب یا تشخیص دهنده ویروس ایدز در چند کشور دیگر فروخته شده و رسوایی به بار آورده است. فروشنده دستگاه بمب‌یاب به عراق در حال حاضر دوران محکومیت زندان خود را در بریتانیا می‌گذراند. مشابه بمب‌یاب دروغین و کلاهبرداری حرفه‌ای با آن پیش از این و در کشورهای دیگری هم اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد شخصی که 2 سال پیش به عنوان مخترع ردیاب هر نوع مادی جامد و مایع با تلویزیون مصاحبه کرده همان فردی است که روز 27 فروردین 1399 با لباس فرم بسیج به تن و با ماسک روی صورت در تلویزیون ظاهر شده و نحوه کار دستاورد جدید را در پیش زمینی مصاحبه فرمانده کل سپاه نشان می‌دهد که پیش از این نام او کامبیز گلشنی اعلام شده است. خب حالا این دسته های حاوی ویروس کرونا رو دست این فرد دیدید شما؟ روزنامه حکومتی اعتماد نوشت گزارش هایی در فضای مجازی منتشر شد که افرادی با دلیل و سند مدعی بودند که دستگاه کرونایاب سپاه تا کنون چندین بار و با نام ها و کاربری های دیگری مانند دستگاه مینیاب، ردیاب مایع و جامد و کشف سوخت قاچاق رونمایی شده است. من استم ذخیره این قسمتت واسه مثل بیشتر از اون قسمتت. وزارت بهداشت میگوید از دستگاه ویروس یا به کرونا خبر نداریم و آن را ارزیابی هم نکردیم. با چرخی در سایت ها و خبرگزاری ها می توان دریافت که این دستگاه حداقل یک بار دیگر در سال 96 و با عنوان دستگاه کشف سوخت قاچاق عرضه و در اختیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قرار داده شده بود و خبر ساخت این دستگاه و استفاده از آن در خبرگزاری های رسمی از جمله ایرنا هم منتشر شده بود. همچنین همین دستگاه در اردیبهشت سال 97 با عنوان ردیاب هر نوع ماده جامد و مایع
و راهی برای کشف بمب و جلوگیری از بمبگذاری معرفی شد که خبر ساخت آن هم در رسانه‌های رسمی و حتی در صدا و سیما منتشر شده بود. دستگاه ردیاب هر نوع ماده جامد و مایع بر مبنای تکنولوژی بهره‌گیری از اثرات الکتروستاتیک و بهره‌گیری از میدان‌های دو قطبی الکترونیکی ساخته شده و بنابراین هیچ مشابه خارجی نداره و دارای گواهینامه ثبت اختراع بین‌المللی هست و توانمندی که این دستگاه داره میتونه هر نوع منابع حیاتی مثل منابع نفتی، منابع معدنی، منابع آبی را واسه ما از فواصل دور شناسایی بکنه. در هر عمقی که از سطح خاک یا هر عمقی که در داخل آب قرار داشته باشه. منبع حکومتی اعتماد همچنین نوشت انجمن فیزیک ایران دستگاه ویروسیاب سپاه را فاقد مبنای علمی دانست. این انجمن در مطلبی که در وبسایت خود منتشر کرده آورده است، دانش بشری در حال حاضر توان شناسایی و آشکارسازی ذراتی با ابعاد حدود 100 نانومتر را از راه دور ندارد و چنین ادعایی باورناپذیر و در حد داستان‌های علمی و تخیلی است.